سایه تاریک کرونا بر سفره کارگران ایران، ممکن است 6.5 میلیون نفر بیکار شوند. ناکامی ایران در قانع کردن عراق برای بازگشایی مرز. بعضی از ناظران میگویند بغداد به بهانه کرونا در پی کاهش نفوذ ایران است. و مایه‌کوبی کودکان تحت شعاع کرونا، سازمان ملل درباره پیامدهای اخلال در واکسیناسیون هشدار داد. سلام، خوش آمدید به برنامه خبرنگاران این هفته. سازمان بین المللی کار هشدار داده که شیوع ویروس کرونا می تواند معیشت تقریبا نصف نیروی کار، یعنی بیش از 1.5 میلیارد نفر در سراسر جهان را به خطر بیاندازد. در همین حال مرکز پژوهش‌های مجلس ایران گفته که شیوع کرونا می تواند باعث بیکاری 2 تا 6.5 میلیون نفر در کشور شود. جمعه گذشته روز جهانی کارگر بود. این مناسبت تاریخی برای کارگران ایران علاوه بر بیکاری ناشی از بحران کرونا، تفاوت عمده دیگری هم با سالهای گذشته داشت. امسال حداقل دستمزد کارگران تنها با نظر نمایندگان کارفرمایان و دولت و بدون موافقت نمایندگان کارگران به تصویب رسید. آنطور که فیروزه اکبریان در گزارشش میگوید، چشم‌انداز روشنی هم برای بهبود وضعیت دیده نمی‌شود. 28 هزار کارگر در استان خراسان رضوی بیکار شدند. بیکاری هزاران کارگر ساختمانی ایران به دلیل شیوع کرونا. در استان گلستان بیش از 14 هزار نفر شغلشان را از دست دادند. بیش از 12 هزار نفر برای دریافت بیمه بیکاری در استان مازندران ثبت نام کردند. تعطیلی بیش از 15 هزار. بیش از 8 هزار نفر حدود 6 هزار کارگر شدن بیش از ایلام در سامانه بیکاری کارگر اصفهانی متقاضی. خبرهایی از این دست در چند ماه اخیر و با شیوع ویروس کرونا بیشتر شنیده می شود. هر روز چند واحد تولیدی بسته می شود و هر روز بر خیلی عظیم بیکاران اضافه می شود. موضوعی که دولت هم بر آن مهر تایید می زند. علی ربیعی سخنگوی دولت حدود 2 هفته پیش گفت به دنبال شیوع کرونا میلیون ها نفر در معرض اخراج و بیکاری هستند. و این تصویری تیره و تار از حال و روز اقتصاد در سالی است که رهبر ایران برایش نقشه‌های بهتری کشیده بود. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض می‌کنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. شیوع کرونا باعث شده خیلی از کسب و کارها کرکره ها را پایین بکشند. اما شیوع این ویروس و به دنبال آن بیکاری گسترده تنها مشکل کارگران نیست. تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 برای خودش 7 خانه رستم بود. کاری که باید پیش از شروع سال انجام می‌شد با 3 هفته تأخیر صورت گرفت. در نهایت میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری 21% اعلام شد. 35,426 تومان. علاوه بر اون افزایش دستمزد برای سایر سطوح مزدی به میزان 15% به اضافه 91,000 تومان تعیین شد. نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بارها پای میز مذاکره نشستند. نماینده کارفرمایان گفته آنها توان پرداخت ندارند و افزایش دستمزد باید به بعد از بحران کرونا موکول شود. چون کل دنیا مونده که کرونا خیلی قرار تموم بشه، بعضی از دوستان ما پیشنهاد دادن که بریم بعد از کرونا. نماینده کارگران هم از نیازهای صنفشان گفت. آنچه هم در نهایت تصویب شد با موافقت کارگران نبود. داوود رضوی، فعال کارگری و عضو هیئت مدیره سندیکای اتوبوسرانی تهران و هومه، معتقد است افزایش حداقل دستمزد در مقایسه با افزایش قیمت‌ها بسیار ناچیز است. به عنوان یک کارگر وقتی میرم در سال جدید نگاه می‌کنم، می‌بینم شیر 25% لبنیات، نمی‌دونم پنیر، چه می‌دونم حبوبات، برنج، روغن، خب اینا دقیقاً 2 برابر و بعضی وقتا تا 3 برابر اون چه که افزایش میشه درصدش اضافه میشه. بر اساس ماده 41 قانون کار، حداقل مزد کارگران باید بر اساس 2 معیار باشد. با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی اعلام میشود و به اندازه‌ای که زندگی یک خانواده را تامین کند،
البته میانگین تعداد اعضای خانوار را مراجع رسمی تعیین می کنند. بانک مرکزی نرخ تورم پارسال را 41.2% اعلام کرد. شورای کار هزینه سبد معیشت کارگران، یعنی هزینه خرید حداقل مایحتاج کالا و خدمات ماهانه را برای یک خانوار 3 نفره بیش از 4 میلیون تومان اعلام کرده. کارگران معتقدند هزینه واقعی بسیار بالاتر از ارقام رسمی است. کارگران عزیز ما به عنوان محوری ترین امروز رسانه‌های ایران گفتند که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور دستور داده تا موضوع حداقل دستمزد کارگران را ظرف 1 هفته تا 10 روز آینده مورد بررسی قرار دهد. بیکاری بیشتر کارگران و دستمزدهای پایین آنها یعنی نارضایتی بیشتر، موضوعی که مرکز پژوهش‌های مجلس هم درباره آن هشدار می‌دهد. این مرکز به تازگی پیشنهاد کرده که دولت با برنامه‌ریزی صحیح مانع از بروز اعتراض‌های صنفی و ناآرامی شود. نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست. ناآرامی‌هایی که جامعه کارگری ایران در سال‌های اخیر بسیار به خود دیده و به خاطر آن تاوان پس داده. کم نبودند کارگرانی که احضار شدند، حکم گرفتند و یا در زندان به سر می‌برند. از افرادی که در اون سال پارسال بازداشت شدن هنوز اونها دارن محکومیتاشون میاد، 5 سال 6 سال. از اعضای خود سندیکای ما آقای سعیدی، آقای طالب مقدم، دوستان همکار ما 7-8 نفر دستگیر شدن و 2 نفر احکام سنگین گرفتن و میتونم بگم حدوداً شاید بیشتر از 20 نفر محکومیت گرفتن. شاید به دلیل شیوع ویروس کرونا در مراسم امسال روز جهانی کارگر از این دست اعتراض‌ها خبری نباشد. اما در کشوری که اقتصادش به دلیل تحریم‌ها از نفس افتاده و کرونا در خیلی از کسب و کارها را تخته کرده، چشم‌انداز روشنی برای روزهای بهتر حداقل در آینده نزدیک وجود ندارد. فیروزه اکبریان، BBC. عراق از حدود 1.5 ماه پیش برای جلوگیری از شیوع کرونا مرزهایش با ایران را بسته، هرچند صدور کالا از مرز کردستان عراق به شکل محدود ادامه دارد. به گفته منابع عراقی، ایران تلاش کرده عراق را به باز کردن مرز راضی کند، اما دولت عراق گفته که فعلا چنین قصدی ندارد. این در حالی است که بعضی از ناظران معتقدند ویروس کرونا بهانه‌ای شده برای مقام‌های عراقی تا از نفوذ ایران در کشورشان بکاهند. جزئیات بیشتر از نفیسه کوهنورد. نجف به این سکوت عادت ندارد. درهای این شهر مقدس شیعیان بیش از 1 ماه است که به روی زائران بسته شده. از بیم کرونا همه ورودی های شهر مسدود است و قرار منع آمد و شد برقرار. الله اکبر، الله اکبر. تا پیش از این نجف هر ماه میزبان صدها هزار زائر بود که از شهرهای خود عراق یا کشورهای دیگر به خصوص همسایه می آمدند. در رأس آنها ایران. اولین مبتلا به کرونا هم در عراق در این شهر ثبت شد. مقامات عراقی گفتند ویروس را طلبه ایرانی که از قم به نجف سفر کرده بود با خود آورد. هنوز شبهه‌هایی درباره آمدن کرونا از ایران به عراق وجود دارد، اما فرودگاه نجف تا مدت‌ها پس از شیوع کرونا در ایران باز بود و سفرها برقرار. نعم حقیقه یعنی سبب اذیتنا الاولى هو مطار النجف. دولت به حرفمون به موقع گوش نکرد و فرودگاه سر وقت بسته نشد. اولین مورد کرونا این طور وارد نجف شد. الان هم همه موارد کرونا در بین عراقی‌های ما شده که از بیرون اومدن. در درجه اول اونها که از جمهوری اسلامی برگشتن، بعد ترکیه و سوریه و بعد کره جنوبی. اما بیشترین مورد از جمهوری اسلامی بود و 1 مورد هم از عربستان داشتیم که مرز رو با این کشور هم بستیم. با شروع ماه رمضان، حالا فشارها بر عراق برای میزبانی از زائران در نجف و کربلا از خارج و داخل این کشور بیشتر شده.
به ویژه ظاهراً از سوی ایران. هفته پیش استاندار کربلا در فیسبوکش نوشت که به سرکنسول ایران گفته تا برطرف شدن خطر کرونا از پذیرش زائران ایرانی معذورند. جوابی سری در واکنش به حرفهای رئیس سازمان حج و زیارت ایران که گفته بود در تلاشند سفر زائران به عراق از سر گرفته شود. نه فقط مقامات دولتی که حافظان زیارتگاه ها هم در این شهرها میگویند فعلا سلامت واجبتر از زیارت است. زیارت مستحبه اما حفظ جان انسان ها واجب. ما در حال حاضر نمیخوایم کسی به نجف و کربلا بیاد. به زائرها احترام میذاریم اما امیدواریم اونا هم درک بکنن. مسئله اما برای ایران فقط زیارت نیست. ویروس به تجارت هم آسیب زده. پیش از کرونا عراق بزرگترین وارد کننده محصولات غذایی ایران بود. از 5 هفته پیش اما 4 مرز اصلی دو همسایه یعنی خسروی، مهران، چذابه و شلمچه به روی مسافران و کالاهای ایرانی بسته شده. از مرزهای کردستان عراق هم فقط مواد خوراکی و بهداشتی و سوخت صادر می شود که با میزان صادرات پیش از بسته شدن مرزها قابل قیاس نیست. با شروع ماه رمضان و احتمال بالا رفتن مصرف بعضی محصولات غذایی، عراق گفته مرزهایش با ایران را 2 بار در هفته فقط برای ورود 200 کامیون مواد خوراکی شاید باز کند. اما بعضی از عراقی ها از این تصمیم ابراز نگرانی می کنند. ما مخالف ورود کالاها و زائران ایرانی هستیم. منظورم این نیست که ما ضد زائرهای ایرانی هستیم. نه. اونها زائر امیرالمؤمنین هستن اما الان اولویت سلامت وطنمونه. سلامت مردم عراق و جوانهاش. به حمایت از محصولات وطنی و مخالفت با ورود کالاهای خارجی پیش از کرونا هم در عراق بالا رفته بود. نمونه اش تبلیغات اینچنینی در رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی. مخالفتی که سر تولیدات ایران ریتم سیاسی هم داشت. از پاییز گذشته خیابان‌های شهرهای غالباً شیعه نشین عراق صحنه تظاهرات ضد دولتی بودند. تظاهراتی که در آن گاهی شعارهایی علیه ایران هم شنیده می‌شد. این فضا با آمدن ویروس پیچیده‌تر شده. آن هم در زمانی که عراق برای کم کردن نفوذ سیاسی و اقتصادی ایران در این کشور به خصوص از سوی آمریکا بیش از پیش تحت فشار است. کرونا همه چیز رو تغییر داده و عراق قبل کرونا با عراق بعد کرونا یکی نخواهد بود. این شامل روابط سیاسی اقتصادیش با ایران هم میشه. معتقدم که ایران خیلی ضرر نخواهد کرد اما این شرایط شاید چیزی رو که آمریکا دنبالش بود تا حدی تحقق ببخشه و اون محدود کردن ایران در عراق و البته این فرصتیه برای عراق برای اتکا به خودش از نظر سیاسی و تولید ملی. وقتی پهپادهای آمریکایی قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه را در بغداد کشتند، سوال‌های زیادی درباره ادامه نقش ایران در عراق مطرح شد. اما بعضی می‌گویند این ویروس است که بیش از هر چیز دیگری حالا ایران را در عراق به چالش کشیده. ان اصرت الحكومه العراقيه على قلب اگه دولت عراق اصرار می‌کنه که مرزها باید بسته بمونه به خاطر اینه که این تدبیر ضروریه. اما ایرانی‌ها در این مدت مدام اصرار و رایزنی کردند که مرز باز شه. من نمیگم که نفوذ ایران کم شده. نه، این نفوذ به این راحتی‌ها کم نمیشه. اما برای اولین بار ایران به این شکل نمیشنوه و میبینه که دولت عراق سر تصمیمش مصمم ایستاده و مصلحت عراق و عراقی‌ها رو در اولویت قرار داده. این پیامیه برای ایران که باید ورود و حضور و نفوذش رو محدود کنه. کرونا مرزها را بست، شهرها را خلوت کرد و حضور آدمها در زندگی روزمره یکدیگر را کمرنگتر. حضور ایران در عراق هم احتمالاً از گزند این ویروس در امان نباشد. حفظ رابطه با فاصله گذاری شاید فعلاً تنها گزینه پیش روی ایران باشد. نفیسه کوهنورد، BBC.
در هفته جهانی واکسیناسیون، صندوق کودکان سازمان ملل هشدار داد که به خاطر شیوع ویروس کرونا، اختلال در برنامه‌های واکسیناسیون بسیاری از کشورها رو به افزایش است. همچنین سازمان بهداشت جهانی نگران شیوع بیماری‌های دیگر بعد از گسترش کرونا است. جزئیات بیشتر از آناهیتا شمس. واکسیناسیون سالانه از مرگ 2 تا 3 میلیون نفر جلوگیری می‌کند. واکسن ها در مقابل بیماری های مرگبار از بزرگترین دستاورد های بهداشت عمومی در تاریخ هستند. اما با وجود این در سال 2018 13 میلیون کودک در سراسر جهان به واکسیناسیون دسترسی نداشتند. این آمار قبل از همه‌گیری ویروس کرونا است. توجه زیادی میشه به کمبود ماسک و آزمایش های تشخیصی کووید و امثال اون. ولی بدور از اینها ما باید بدونیم که ملزومات اولیه خدمات سلامت هم به شدت دچار کمبود شدن، مثل واکسن ها. حداقل 21 کشور در سطح دنیا کمبود شدید واکسن های روتین رو برای کودکانشون گزارش میکنن که این هم به دلیل اینه که تولید کاهش یافته و کارگران نتونستن برن سر کارشون و هم به دلیل اینکه پروازهای بین‌المللی دچار اختلال شدن و نمیشه واکسن رو به کشورهای کنار احتیاج دارن رسوند. تمامی بسیج‌های ملی ایمنسازی که در طی چند روز درصد بالایی از جمعیت معمولاً به صورت خونه به خونه و محله به محله واکسینه میشن متوقف شدن. تا این لحظه بیشتر از 13.5 میلیون کودک تو واکسیناسیون روتینشون وقف افتاده. رئیس سازمان بهداشت جهانی در هفته جهانی واکسیناسیون هشدار داده که بدون واکسن کودکان زیادی در سراسر جهان جان خود را از دست خواهند داد. کودکان کمتر در معرض خطر ابتلا به بیماری کشنده کووید 19 هستند، اما در معرض خطر ابتلا به بیماری‌های کشنده دیگری هستند که با واکسن قابل پیشگیری است. به گفته یونیسف، تنها کشورهای توسعه نیافته که سیستم بهداشتی ضعیف دارند در خطر شیوع بیماری‌های قابل اجتناب نیستند. نماینده بریتانیا در یونیسف می‌گوید این کشور در حال حاضر در معرض شیوع بیماری سرخک است و در بحران کرونا خطر ابتلای کودکان به این بیماری افزایش پیدا کرده. سازمان بهداشت جهانی همچنین وضعیت کشورهایی در جنوب آسیا و آفریقا را نگران کننده توصیف کرده. به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، والدین از ترس ابتلا به کرونا دریافت واکسن‌های کودکان را به عقب انداختند و این امر می‌تواند میلیون‌ها کودک را در معرض خطر بیماری‌های کشنده قرار دهد. رئیس سازمان بهداشت جهانی به کسانی که در روزهای شیوع کرونا می‌ترسند برای واکسیناسیون به پزشک مراجعه کنند گفته خطر ابتلا به بیماری‌های کشنده دیگر بیشتر از نگرانی از مبتلا شدن به ویروس کرونا است. حالا کارشناسان نگرانند که همه‌گیری کووید 19 موجب از بین رفتن چندین دهه تلاش برای ایمن‌سازی جهان در برابر بیماری‌های قابل پیشگیری شود. وقتی پوشش واکسیناسیون کاهش پیدا کند، با شیوع بیماری‌های دیگری از جمله سرخک و فلج اطفال روبرو خواهیم شد که کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر را در معرض خطر جدی قرار می‌دهد. آناهیتا شمس، بی بی سی. سازمان ملل هشدار داده که بحران کرونا میتواند به بحرانی بسیار مرگبارتر و خطرناکتر بدل شود. رئیس برنامه جهانی غذا از این وضعیت با عنوان همه‌گیری گرسنگی یاد کرده. این نهاد در گزارشی به شورای امنیت سازمان ملل گفته بیش از 1 میلیارد نفر در آستانه گرسنگی ناشی از قطع درآمد و اخلال در شبکه‌های تولید و توزیع غذا قرار گرفتند و تا پایان امسال شاید روزی 300,000 نفر در بیش از 30 کشور از گرسنگی بمیرند. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان. صف گرسنگان اینجا در نیجریه. مردم منتظر رسیدن محموله‌های غذایی هستند. وقتی هم که محموله‌ها میرسند، ترس از کافی نبودن غذا هرج و مرج به بار می‌آورد. اینجا در افغانستان صف‌های دریافت غذا صحنه‌هایی است که بیشتر و بیشتر دیده می‌شود. و نگرانی مردم از ناامنی غذایی. اگر دخونت بشینی غریب کس چیز کردن نمیتونه. بسیار بد دور سه روزه بشه میگریان تر میکنم. هر مسلمانی که کار میزنه مرا گریان میگیرم. میگم ما چی بگیم؟ اگر بحران کرونا آنها را نکشد، گرسنگی از پا در میآورد. بحران کرونا بحرانی دیگر با خود آورده. همه گیری گرسنگی در ابعاد غیر قابل تصور.
بذارید مسئله رو با چند عدد و رقم براتون باز کنم. 820 میلیون نفر در دنیا شب گرسنه میخوابن. 120 میلیون نفر دیگه در آستانه قحطی هستن و 120 میلیون نفر دیگه هم به خاطر بحران کرونا در یک قدمی گرسنگی قرار گرفتن. به علاوه اون 820 میلیون نفری که قبلا هم گرسنه بودن. اگر اقدام عاجلی نشه تا پایان امسال در بدترین حالت هر روز با 300 هزار مرگ و میر ناشی از گرسنگی روبرو خواهیم بود. این بخشی از گزارش تکان دهنده رئیس برنامه جهانی غذا به شورای امنیت سازمان ملل بود. مشکل نبود غذای کافی نیست. اتفاقا امسال سال برداشت خوبی برای کشاورزان بوده. البته اگر ویروس کرونا کشاورزان را بیمار و زمینگیر کند، غذا هم به اندازه کافی تولید نخواهد شد. اما فعلا مثل هر قحطی دیگری، مشکل نبود غذا نیست. مشکل نبود پولی است که بتوان با آن غذا خرید. صدها میلیون نفر در هند کارگر روزمزد هستند. قرنطینه آنها را خانه نشین و گرسنه به حال خود رها کرده. دولت آنقدر انبارهای غذا دارد که می تواند به هر خانوار نیازمند تا 100 کیلو گندم و برنج بدهد. اما مشکل این است که خیلی از جاده ها مسدود و خیلی از شبکه های توزیع غذا مختل شدند. در آفریقا هم اوضاع به همین گونه است. کارگران و دستفروشان روزمزد حالا از همان اندک درآمد روزانه محروم شدند. جنگ و درگیری های داخلی رساندن غذا را به آنها مشکل کرده، مخصوصا در یمن که پیش از این هم با یک فاجعه انسانی روبرو بود. علاوه بر همه اینها، هجوم انبوه ملخ‌ها به مناطقی از آفریقا به افت شدید محصولات کشاورزی منجر شده. سازمان‌های بشردوست و در رأس آنها برنامه جهانی غذا می‌گویند به تزریق صدها میلیارد دلار کمک مالی ممالک توسعه یافته نیاز دارند تا بتوانند سیستم‌های کمک رسانی خود را سرپا نگه دارند. اما کشورهای پیشرفته خود به علت بحران کرونا در تنگنای اقتصادی اند. نه تنها شهروندان غربی با کمبود پول روبرو هستند، بلکه میلیون ها نفر از خود آنها محتاج دریافت بسته های غذایی دولت اند. ما که الان درآمدمون اینقدر کم شده که از هر کمک غذایی که بهمون بشه ممنونیم. بحران کرونا گرچه کشنده است، ولی شعله های بحرانی دیگر در جهان را برافروخته که به مراتب مرگبارتر است. سیاوش اردلان، بی بی سی. علی مختاریان یک طراح لباس ایرانی کانادایی است که به تازگی دو مدل ماسک طراحی کرده و الگوهای آنها را برای استفاده مردم به صورت رایگان در وبسایت خود گذاشته. ماسک های او به نوعی فیلتر هوا هم مجهز می شوند که در بیشتر نقاط دنیا در دسترس است. خبرنگار ما سام فرزانه با این طراح گفتگو کرده. وقتی که دیدم ویروس کرونا در دنیا شیوع پیدا کرده و مردم ماسک احتیاج دارن، شروع کردم با دوستای پزشکم هم فکری کردم که این یه ماسکی بتونم طراحی کنم که حداقل بتونه جلوی ذرات معلق در هوا رو بگیره و تصمیم گرفتیم که الگو و روش ساختش رو من در اختیار مردم قرار بدم که هر کسی که بخواد به سلیقه خودش بتونه هم برای خودش، برای فامیل خودش و برای دیگران درست کنه. علی مختاریان هستم، طراح مد و لباس، از ونکوور کانادا کارم از ایران شروع کردم و الان در ونکوور مشغول کار هستم. کار من بیشتر طراحی مد برای آقایون هستش، در زمینه کار تکنیکال، لباسه ورزشی و چیزهای مختلف و هم تجربه دارم من و اینکه این افتخار دارم کار من رو بسیاری از هنرمنده ایرانی و خارجی از جمله دوست خوبم آقای ابی و بونو خواننده گروه یوتیوب پوشیدم. دارم فیلتری انتخاب کردیم که هم قابل شستشو باشه و اتو کردن باشه و اینکه خب قابل دسترسی هم باشه دیگه. تا حدی این فیلتریه که در دستگاه تصفیه هوا استفاده میشه. حتی بدون این فیلتر هم میتونی از این ماسکا بدوزید. ببینید، ما با اطمینان نمیتونیم بگیم که این فیلتر و این ماسک جلوی ورود ویروس رو به بدن شما میگیره، اما حالا که گفته میشه بهتر هم ماسک داشته باشن و ماسکای مخصوصا خب خیلی کمیابه و مخصوص کادر درمانی هستش، بهتره که این
از این ماسک استفاده بده، این ماسک ما میتونه کمک بکنه که حداقل جلوی دراپلت رو بگیره. خوبی این ماسک اینه که شما میتونین با سلیقه خودتون اونو تزیین بکنین، دیزاینش بکنین، میتونین کات بهش بدین، میتونین مثلا از دو سه نوع ترکیب دو سه نوع پارچه استفاده کنین. ببینید این ماسکا رو شما میتونین، هر کسی میتونه تو خونه با چیزایی که داره، با لباسایی که استفاده نمیکنه یا پارچه‌ای که داره تو خونه، ولی ترجیحاً بهتره که از پارچه کتون استفاده بشه، از پارچه لنن استفاده بشه برای لایه‌هایی. ببینید قیمت یه چرخ خیاطی میتونه از $100 شروع بشه تا 400-500 دلار و قیمت یه موبایل 800-900 هزار دلار هستش. واقعا میتونید کارهای خیلی جالبی باش انجام بدین، خیلی آسونه، خیلی لباسای خودتون رو میتونین ری استایلش بکنین، استایل دیزاینش رو عوض کنین. من توصیه‌ام اینه که حتما یه چرخ خیاطی بخرید یا آموزش اولیه ببینید، فقط همش تمرینه و بهتون قول میدم خودتون سورپرایز میشین که چه کارهای جالبی میتونین باش انجام بدین. هفته همین ساعت میتونید بیننده گزارش هایی باشید که در این برنامه انتخاب شده. برنامه خبرنگاران تا یک هفته روی وبسایت ما به نشانی bbcpersian.com و همینطور روی صفحه یوتیوب bbcpersian قابل دسترسیه. تا برنامه بعد، بدرود.